هیچ کجا در کیهان نیست که از تغییرات بزرگ مسئول باشه. در همین زمین خودمون روزی تمام اون چی که میبینی تخریب و بعد ساخته میشه. هر گونه ای که میخواد در هر جهان ممکنی بقای طولانی مدتی داشته باشه، باید انتقال گسترده بین سیاره‌ای و در نهایت میان ستاره‌ای رو یاد بگیره. خورشید روزی سوختش تموم میشه و بعد از مدتی دیگه هیچ کمربند حیاتی وجود نداره و ما روی هیچ کدوم از سیاره‌های منظومه شمسی نمیتونیم طولانی مدت زندگی کنیم. پس باید خودمون رو برای سفرهای دورتر به چند میلیون و چند میلیارد سال نوری آماده کنیم. بزرگترین رویای ما اینه که بتونیم به سیاره های قابل سکونت سفر کنیم و اونجا خونه بسازیم. اما چطور به اونجا برسیم؟ این سیاره ها خیلی از ما دورن. ما به سفینه هایی نیاز داریم که بتونن خدمه انسانی رو در طولانی ترین حمل و نقل دنیا با خودشون ببرن. نزدیکترین سیاره به ما که فکر میکنیم قابل سکونت باشه 4 سال نوری با ما فاصله داره. بذارید اینطوری بگم که چقدر دوره. اگر سفینه وویجر ناسا که با سرعت زیاد 61,000 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه به سمت آلفا قنتورس میرفت، 70,000 سال طول میکشید تا به اونجا برسه. و این تنها نزدیکترین سیاره میان ستاره ای قابل سکونتیه که میشناسیم. امکانش هست یه سفینه بسازیم که محدودیت های سرعت کیهانی رو بشکنه؟ یک فیزیکدان به نام میگوئل آلکوبیر اهل مکزیک تحت تأثیر مجموعه سینمای استار ترک محاسباتی انجام داد که یک سفینه بتونه سریع‌تر از نور حرکت کنه. اگر موفقیت آمیز بشه میتونه زمان سفر به سیاره آلفا قنتورس رو مثلا به 5 ماه کاهش بده، شاید هم کمتر. یه لحظه صبر کنید. این یه قانون اساسی در علم نیست که شما نمیتونید سریعتر از نور حرکت کنید؟ بله، هست. اما نکته سفر آلکوبیر دقیقا همینه. سفینه اون حرکت نمی کنه، کیهانه که این کارو می کنه. سفینه مسافرتی وارب یه دستگاه موجساز گرانشیه که میتونه اقیانوس زمانی مکانی مقابلش رو فشرده کنه و اون اقیانوس رو در هنگام خروج بست بده. جتسکی هایی برای تفریح و سواری در کهکشان و فراتر. از کجا معلوم؟ شاید ابرخوشه کهکشانی لنیاکیا روزی دریاچه ما بشه. این ابرخوشه 100,000 کهکشان داره. لنیاکیا به معنی بهشت بیکران به زبان هاوایی. فکرشو بکنید، اگه ما با سرعت بیشتر از نور بتونیم حرکت کنیم و تلسکوپ های پیشرفته خودمونو در فاصله 1,000,000 سال نوری از زمین بتونیم قرار بدیم، اون وقت میتونیم ایرانمونو ببینیم که در اوج شکوه تمدن بود. میتونیم کودک باستانی رو ببینیم که به آسمون نگاه میکرد، یا لحظه کشف کهکشان اندرومدا رو ببینیم که توسط عبدالرحمن صوفی ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی در حال اتفاق بود، 1,000 سال قبل از این که تصویر زیبای کهکشان اندرومدا گرفته بشه. یا چند میلیون سال دورتر بشیم و بتونیم دایناسورا رو ببینیم که با خیال راحت داشتن زندگی میکردن. شاید خیلی از ماها اون روز رو نبینیم که موفق شدیم سفر بین ستاره‌ای داشته باشیم، اما ما امید داریم. همونطور که گذشتگان ما داشتن و مسیر رو برای آیندهشون که ما بودیم فراهم کردن، ما هم باید به آیندگان کمک کنیم تا بتونیم بقای گونمون رو زنده نگه داریم. آیا ما میتونیم سفر بین ستاره‌ای داشته باشیم؟ نظر شما چیه؟